سلام برم سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم بی‌نظیر باشید. امروز میخوام تمام تکنیکایی که از اول تا الان بهتون آموزش دادم توی 10 جلسه همه رو برات مرور کنم. بیشتر تمرکزم روی اینه که کدوم دست از داوطلبا رشد تراز دارن و به چه علتی رشد تراز دارن. همه اینا رو بررسی کنیم، دقیق چک کن. حتی اگه تراز خوبی داری بازم میخوای بهتر بشی، کلاس امروز رو ببین و تمام تکنیک ها رو به بهترین شکل و با بالاترین سطح کیفیت استفاده کن که انشاءالله یه نتیجه خیلی بی‌نظیر بگیری. قبل از اینکه بخوام کلاس رو شروع کنم، میخوام یه ذره باهاتون صحبت کنم. تو این روزا، روزاییه که خیلی از داوطلبا میان میگن که آقا یا ناامید شدم یا خسته شدم یا حسش نیست. از این صحبت ها من زیاد میشنوم. میخوام یه مقدار باهات صحبت کنم که شاید به خودت بیای، خودتو جمع و جور کنی و بیای به ترکون درس بخونی. ببین، وارد یه رقابتی شدی که رقابت سختیه، اینو اول از همه بپذیر. پروسه کنکور پروسه سختیه. هی نرو از این بپرس از اون بپرس آقا به نظرت من میتونم یا نمیتونم. کسی که باید به تو جواب بده که تو میتونی یا نه خودتی. دنبال شخص سوم نباش، دنبال ناجی نباش. تنها کسی که میتونه به تو کمک کنه برای موفق شدنت خودتی. چرا نتونی موفق بشی؟ 6 ماه 5 ماه زمان داری تا کنکور. تو این تایم باقی مونده تا کنکور، واقعا اگه خوب درس بخونی، یه مقدار تلاش بیشتر کنی، تکنیکایی که بهت میگم رو درست اجرا کنی، سرعت پیشرفت خودتو ببری بالا، مطمئن باش هم نیم سال دوم خیلی خوب میتونی جمع کنی، هم با تکنیکایی که بهت یاد میدم میتونی ضعفایی که تو نیم سال اول داشتی رو برطرف کنی و به بهترین شکل ممکن بیاری بالا. بهت قول شرف میدم میتونی موفق بشی، میتونی همه درسایی که تا الان توشون ضعف داشتی رو نتیجه بگیری. فقط کافیه بخوای، فقط کافیه واقعا با جون و دل براش تلاش کنی. داوطلب میاد میشه من میگه آقا فتی مثلا من فلان درس یاد نمیگیرم. بعد میگم که خب توی 2 هفته اخیر براش چیکار کردی؟ 2 ساعت خونده یا نخونده؟ خب وقتی براش کاری انجام ندی که معلومه توی اون درس نتیجه نمیگیری. دنبال معجزه نباش. من همیشه گفتم اولین جلسه کلاسم، تو جلسه صفر کلاسم من بهت گفتم، گفتم هیچ داوطلبی با 2 هفته درس خوندن از صفر به 100 نمیرسه. دنبال معجزه نباش. همه معلمای کلاسینو هم دارن بهتون میگن، میگه آقا منتظر این نباش بیای توی یه نکته و تست بشینی سر کلاس سریال ببینی بعد یه دفعه درست مثلا از 0 از 10 از 20 برسه به 80 90 100. هیچ وقت این اتفاق نمیفته. توی هیچ درسی 2 ماه و نیم 3 ماه مداوم تلاش نداشته باشی، رشد چشمگیر نداری. هر کی بهت میگه آقا بیا 2 هفته از 0 به 100 میرسی، من معتقدم داره اشتباه میکنه. یعنی اگه عمدن به دروغ نگه داره اشتباه میکنه. نمیشه 2 هفته نتیجه گرفت. واقعا پرتلاش باش، انقدر بهونه نیار. تمام دلایل ما برای موفق نشدن بهونه است. آقا وای سخته، لوس بازی در نیار، سخته یاد نمیگیرم، نمیشه، آی اذیت میشم، وای مامانم اینا. قشن بچسب به درس 2 ماه و نیم 3 ماه بکوب بخون، مگه میشه نتیجه نگیری؟ پس امیرحسین مختاری که 0 و منفی بود تو عربی، توی کنکور 100 زد شد 64 کنکور، مگه از فضا اومده بود؟ 0 و منفی بود. ویدیوشو داله 10 بار براتون تو کانالم فرستادم تلگرام، بازم براتون میذارم برید ببینید. 0 و منفی بود، شروع کرد به خوندن، تو 3 ماه درصدش پیشرفت چشمگیر داشت، توی کنکور هم که 100 زد. ولی هیچ کی نمیتونه بگه آقا من 0 و منفی بودم، 2 هفته یه دفعه درصدم رفت بالا. مثلا داوطلب میگه من زبان یاد نمیگیرم، بهش میگم برای شروع باید بری لغت بخونی. آقا 2 هفته 3 هفته برو خوب بشین لغت بخون، وقتی قشنگ لغت رو یاد گرفتی، یه درس یاد گرفتی، برو یه بار متن کتابتو بخون، ترجمه کن، بعد این کارو کن، این کارو کن. همه رو گفتم بهتون، روش مطالعه ها رو تو پیج اینستاگرامم، توی کانالم هم براتون گذاشتم چجوری باید بخونید. بعد داوطلب 2 هفته میگذره میگه آقا فتی من چرا زبانم خوب نشد؟ من میثم فتی کی به تو گفتم 2 هفته زبانت خوب میشه؟ مگه نگفتم 3 ماه باید بخونی تا زبانت خوب بشه؟ بچسب به درست. اگه هدفت برات مهمه، اگه رویات برات مهمه، اگه رویای پزشک شدن داری، دندون پزشک شدن داری، وکیل شدن داری، نمیدونم معلم شدن داری، دانشگاه شریف رفتن داری، بچسب به هدفت، ولش نکن، باید بشه. یعنی چی من 2 هفته میخونم نتیجه نمیگیرم سری قید همه چی رو میزنم؟
ببین اون بیرون یه عالمه آدم منتظرن تو بخوری زمین و خوشحال شن، من برای این ارث میخورم. یه عالمه آدم اون بیرون منتظرن که باتیش پوره داداش. بچه الان صدا هست دیگه، صدا هست مهندس جان؟ خب یه مقدار این صدای رفت، باعث شد که منم یه مقدار اعصابم آرومتر بشه. واقعا هرس میخورم، واقعا هرس میخورم. بابا به خدا من میدونم شما رویاهاتون چقدر براتون مهمه، میدونم چقدر نشستی شب تا صبح به رویات فکر کردی، به هدفت فکر کردی، میدونم چقدر سخته واقعا تو شرایط اقتصادی که واقعا همه مشکل دارن. اومدی کلاس ثبت نام کردی، نکته و تست ثبت نام کردی، میای میشینی مشاوره میبینی، میتونستی با رفیقات بری بیرون، بری دور دور، بری خوشگذرونی، ولی بلند شدی اومدی سر این کلاس نشستی. برای چی؟ برای اینکه رویات برات مهمه، هدفت برات مهمه. الان اومدی دنبال یه راهکار، ولی به خدا مهمترین راهکار ممکن اینه که تلاش کنی. من بهت یه عالمه تکنیک امروز میگم، امروز تکنیک بارونت میکنم که اگه تلاش کنی، اگه زحمت بکشی، اینجوری روش نکنی، سوار آسانسور شی با بالاترین سرعت ممکن بری برسی به اوج. ولی تو رو خدا اون آدمایی که اون بیرون منتظرن که تو بخوری زمین و خوشحال بشن و پوزشون رو به گل بمالید، تو باید تغییر کنی، تو باید نتیجه بگیری. به قرآن قسم، به خدا قسم، به شرافتم قسم، به اندازه موهای سرتون من داوطلب داشتم که توی یه درسی ضعیف بودن، نشستن به کوب مثل یک انسان متمدن دو ماه سه ماه چسبیدن به اون درس، تلاش کردن حتی روزایی که برنامه نداشته. آقا من در هفته برای 4 تا باکس گذاشتم اون درس رو بخونه، اومده پیش من تماس گرفته، من میگه فتی من اون سه روزی که برام برنامه نذاشته بودی هم خوندمش اون درس رو. سخته ها، ببین اون درسه درسی که دوستش نداری، حال نمی کنی باش، سمتش نمیری، ولی میگم اون سه روزم رفتم سمتش، نشستم خوندم تا نتیجه گرفتم. آقا اگه میگی آقا اصلا مهم نیست اون آدمایی که میخوام من بخورم زمین به جهنم، او یه عده اون بیرونن که عاشق اینن که تو موفق شی. پدر مادرت از خوشیشون زدن، از تفریحشون زدن. چقدر پدر مادرها با من تماس میگیرن میگن فتی ما میخواستیم یه هفته بریم مسافرت، به خاطر دخترمون، به خاطر پسرمون نمیریم، میمونیم که درس بخونه. از خوشیشون زدن، نپوشیدن که تو بپوشی، خوشگذرونی نکردن که تو کلاس ثبت نام کنی، تو حالت خوب باشه، تو خوش بگذرونی، تو زندگی بهتری داشته باشی. جوونیشون رو پای تو گذاشتن. همه ما، خود من، تو، هممون یه جوونی به پدر مادرمون بده کاریم، چجوری میخوای جبرانش کنی؟ به عشق پدر مادرت، به عشق اونا که دوستشون داری بچسب، به هدفت بچسب، به رویات، به قرآن میشه. ما مگه کم دافتم همین کلاسینو چقدر رتبه زیر 1000 داشتیم ما که از بهمن شروع کردن ولی ترکوندن، ولی با تمام وجودشون خوندن. به قرآن قسم میشه آقا نصف سال مونده، نصفه باقی مونده که نصفه مهمتری هم هست، این نصفه رو عالی درس بخون، این نصفه رو با تمام وجودت درس بخون، کم نذار، کم کاری نکن. من بهت قول میدم، به تک تک مقدسات عالم قسم میخورم، ببین چقدر مطمئنم، پلن میذاری عقب افتادگی قبلیت هم جبران میکنی، میتره کنی. اگه اون برای خوب بودی، آقا من اون برای خوب بودم الان دیگه خسته شدم، اگه اون بخوب به قرآن وقت خسته شدن نیست،
رقیبات دارن با تمام وجود دارن. بابا رقابته، رقابت تو با خودت نیست، با نیم میلیون نفر، 200,000 نفر، 300,000 نفر داری رقابت میکنی. وقت خسته شدن نیست، یه بار دیگه بشین پیش خودت فکر کن اصلا من برای چی تو این بازیم، من برای چی تو این رقابتم، هدفم چیه؟ اگه من به اون رویایی که میخواستم برسم واقعا بهش برسم، تو دل رویاهام زندگی کنم، تهش چه اتفاقی برای خودم میفته، برای خانوادم میفته، برای اطرافیانم میفته، برای کشورم میفته، برای دنیا میفته، تهش قراره چه اتفاقی بیفته؟ بعد میتونم کم بیارم؟ الان وقتی کم آوردن منه، چقدر آدم اون بیرون اگه من آدم موفقی بشم بهشون کمک میکنم. من میدونم شما همتون قلبای مهربونی دارید، من میدونم تو اگه موفق بشی کمک میکنی فردا، تو اگه موفق بشی تلاش میکنی دنیای بهتری بسازی. پس ببین اون تو مسئول فقط رویای خودت نیستی، یه عالمه آدم اون بیرون منتظرن که کمکشون کنی. بچه تو رو قرآن رویا بسازید. یک کلیپی که چند وقت پیش من دیدم، هر وقت در تو رویا صحبت میکنم یادش میفتم، شاید شما هم دیده باشید، یه پسر بچه رو یه نفر ازش میپرسه که آرزو چیه؟ میگه آرزو؟ آرزو یعنی چی؟ نمیدونه آرزو چیه، نمیدونه رویا چیه. بچه ما فقط مسئول رویاهای خودمون نیستیم، ما مسئول اینیم که برای بقیه هم رویا بسازیم. تو این پتانسیل رو داری، به قرآن قسم پتانسیلشو داری. اگه فکر میکنی نمیتونی، تو خودت رو نمیشناسی. تواناییات با خدا از روح خودش توی جسم تو دمیده، تو روح خدایی داری. بعد میگی من نمیدونم عربی یاد نمیگیرم، عربی عددی نیست که تو یادش نگیری، به خاطر عربی تو رویات زندگی نکنی، خجالت آوره واقعا. به قرآن قسم انقدر تایم داری که همه درساتو بتونی به بالاترین سطح ممکن برسونی، انقدر میتونی آزمون بزنی، تست بزنی. آقا دانش آموز میاد پیش من میگه فتی من 12 ساعت درس میخونم، چرا رشد میکنم؟ به قرآن 12 ساعت 4 ساعت هم نیست. اگه نتیجه نمیگیری 12 ساعت 4 ساعت هم نیست. خاله بازی میکنی، کتاب ور میداری، یه الکی ورق میزنی، یه تست میزنی، میری یه رب تو رویا، بعد میری تست بعدی. تست زدی برو تست بعدی، ولش کن فکر و خیال رو، ولش کن، بچسب به کتابت، بچسب به جزوت، با جون و دل بخون. به قرآن خسته نمیشی، عادت میکنی، 2 هفته 3 هفته به کوب درس بخون، عادت میکنی. بیاید ببینم هدفتون چی، قراره به چی برسید، بر من تو چت یکم به من حال خوب بدید، بگید میخواید بهتره کنید، جمله مثبت بگید. آقا هر روز به خود جمله مثبت بگو. وقتی به خودت میگی من نمیتونم، من نمیتونم، من نمیتونم، مغز کوفتی ما چیکار میکنه؟ میگه آره تو نمیتونی. هر کی رو بهش بگی با توجه به سیستم RAS مغزمون، تا حالا نمیخوام خیلی واردش بشم، ما همون رو دریافت میکنیم، همون شکلی میشیم. بیا هر روز به خودت بگو من عالیم، من بی نظیرم، من آدم فوق‌العاده‌ایم. روزایی که فوق‌العاده بودی رو تو ذهنت یه بار دیگه برای خودت مرور کن. من آدم خفنیم، من میترکونم، من رتبه میشم، باید رتبه بشم، باید این درس رو یاد بگیرم، باید بی نظیر باشم. بچه ها چتاتون رو میخونم. باریکالله، باریکالله، همینه، من همین ازتون میخوام، من همین ازتون میخوام. غیرت داشته باش رو رویاهات، تعصب داشته باش رو رویاهات. باریکالله، باریکالله، باریکالله. بچه ها انقدر چت سنگین میشه که اصلا مجبور میشیم هی چند لحظه یه بار این چت رو پاک کنیم. باریکالله، 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 همینه، باریکالله، باریکالله. معلومه که تو عالی، معلومه که تو بی نظیری. آقا این جمله رو میخوام، این جمله رو میخوام روزی 1000 بار به خودت بگی. برو تو آینه خودت رو نگاه کن، به خودت بگو اینو. و ایمان داشته باش به این جمله، موفقیت به میاد. این جمله رو برای من تایپ کنید، بریم بزنیم بهتر کنیم کلاس امروزو. ایشالله، ایشالله، بله، به 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 به. معلومه که تو محکوم به موفقیتی، باید موفق بشی، چون فقط تو برای رویاهای خودت قرار نیست موفق بشی.
مطمئن باش آدمایی که دور و بر ما هستن بیشترشون دوست ندارن ما موفق بشیم. خیلی حال میده که اشکشون رو در بیاری ها، ولی اون آدمایی که دور و برمون دوست دارن موفق بشیم هم کم نیستن. اشک اونا رو هم در بیار، اونا اشک ناراحتی یه ده، اشک ناراحتی یه ده، اشک شوق و لذت بردن از موفقیتت. مطمئن باش وقتی تو رشته مورد علاقت رو قبول بشی، پدر مادرت اشک شوق میریزن. اون اشک شوق خیلی لذت بخشه. موفقیت بهتون میاد، دمتون گرم. آقا امروز میخوام نکته بارونتون کنم، به شرطی که اجرا کنی بهت قول میدم، بهت قول میدم اجرا کنی رشد میکنی. یه جمله باحال دیدم سریم رفت زده، شد شد نشد باید بشه .com. بله بله، دیدن اشک شوق پدر مادر واقعا بی نظیره. بچه ها صحبتی که امروز با اتون دارم، خیلی هم کار داریم با هم دیگه، امیدوارم مهندسم یه کوچولو بهمون تایم بیشتر بده، همین الان چپ چپ نگاه میکنه، ولی خب دیگه برسونیم همه چی رو بهتون بگم که من یکی یکی در رابطه این موضوع با تو صحبت میکنم. بچه ببینید، نکاتی که مهمه برای اینکه شما رشد تراز داشته باشید، یکی اینکه تمرکز داشته باشید، تمرکز در مطالعه، در آزمون، سطح خودتو بشناسی. قبلا دربارش صحبت کردم با تو. سطح خودتو بشناسی، تو چه سطحی هستی؟ سطح تثبیتی؟ سطح تسلطی؟ آزمونی؟ جنبندی؟ چی؟ خب اینا رو مرور میکنیم با هم دیگه. تستنی درست حسابی داشته باشی به اضافه تحلیل تست، آزمون درست حسابی داشته باشی به اضافه تحلیل آزمون، در تو همه اینو با تو صحبت کردم و اینا مهم است. جنبندی و مرور خوب داشته باشی که بازم باهاتون صحبت کردم قبلا دربارش، ولی امروز همه‌شو میخوام بهتون بگم که تو یک کلاس همه چیو داشته باشی. ریتم خواب خوب داشته باشی و یه برنامه روتین درسی و یه روتین غیر درسی خوب داشته باشی. اینا به نظر من خیلی مهمه. بچه ها روش مطالعه خوب باید داشته باشی، برای مثال نمیدونم خلاصه نویسی خوب باید داشته باشی، اینا درسته خب، ولی به نظر من اینا خیلی مهمه، در رابطه با اینا صحبت میکنم. اینا رو درست انجام بدی، یعنی خیلی از بچه‌ها هستن خلاصه نویسی نمیکنن، بله کلاس سیو میشه، خیلی از بچه‌ها هستن خلاصه نویسی نمیکنن، اما با این وجود رتبه میشن. ولی بهتون یاد دادم خلاصه نویسی منظورم که یادداشت برداری نمیکنن، ولی مثلا چه میدونم نکات مهم هایلایت میکنن و کاری دیگه. اینا خیلی مهمه دیگه، مهمتریناش ایناست که یکی یکی میخوام دربارهشون باهاتون صحبت کنم. اولیش پس شد چی؟ اولیش شد تمرکز. آقا تمرکز گفتم دو تا حالت داره، یکیش در مطالعه، یکیش در آزمون. تمرکز در مطالعه خودش کلی داستان داره، تمرکز در مطالعه که اولش بهتون میگم خودش کلی داستان داره. بچه ها تمرکز در مطالعه، برای اینکه تمرکزمون توی مطالعه بره بالا چه کاری باید انجام بدیم؟ قبلا هم دربارش باهاتون صحبت کردم، ببینم چیا بلدید. برای اینکه تمرکزمون توی مطالعه بره بالا چند تا کار باید انجام بدیم؟ یک میز، دو میز، یعنی من فقط یک کلید واژه‌ای رو بهتون میگم که ببینم یادتون میاد، سه نوشتن، چهار کش. اینو قبلا بهتون نگفتم الان بهتون میگم، سرعت، تنبلی. ببینم، آره خب بچه ها پیج اینستاگرام منو فالو کنید لطفاً.
یا کانال تلگرام هم جفتش آیدیش همینه، میسم با دو تا اس فتحی. روش مطالعه دروس رو اینجا میتونید ببینید. اگه روش مطالعه رو مشکل دارید، روش مطالعه همه دروس توی کانالم هست. باریکشالله. آره خب الان کامل بهتون میگم. آقا برای اینکه در مطالعه تمرکز داشته باشی، میز اول داستانش چیه؟ آقا میز مطالعت مرتب باشه. یعنی چی؟ یعنی پشت میز مطالعت اون کتابی که میخوای بخونی، یه خودکار، نمیدونم یه برگ، اون چیزی که لازم داری فقط پشت میز مطالعت باشه. و اگه رو زمینم درس میخونی، اون جایی که درس میخونی 10 تا کتاب دور و برت نباشه، شلوغ بلوغ باشه. ببین بچه‌ها، مغز ما هر چیزی که دور و برمون باشه رو تجزیه تحلیل میکنه. یعنی یه دیتایی داره وارد مغزمون میشه از محیطمون. هر چقدر دور و برمون شلوغتر باشه، هر چقدر محیط دور و برمون شلوغتر باشه، نمیدونم ابزار و وسایل و عروسک و گاو و گوسفند و اینا دور و برمون زیاد باشه، از این گاو و گوسفند عروسکی منظورم ها، حالا امیدوارم دیگه تو اتاقت گاو و گوسفند واقعی نگه نداری به عنوان حیوان خانگی، هر چقدر در واقع شلوغ پلوغ بیشتر باشه، قاعدتا دیتای بیشتری وارد مغزمون میشه و تمرکزمون میاد پایین‌تر. میزت خلوت باشه، ترجیحاً اگه تو اتاق تخت داری یا اون جایی که تو اتاقت میخوابی، وقتی داری درس میخونی اون فضای خوابتو نبینی. حالا یا تخته یا اگه رو زمین جا میندازی میخوابی، از پشت میزت اون فضای خوابتو نبینی که خوابتو ببره. اوکی، پس پشت میزت اول از همه در واقع مرتب باشه. پس اولی شد این، باید میدونم بنویسه، اولی شد مرتب باشه. میز دوم یعنی چی؟ آقا پشت میز مطالعه فقط برای مطالعه. یعنی چی؟ یعنی که پشت میز مطالعه، آره از لپتاپ میتونی برای کلاس دیدن و اینا استفاده کنی، ایرادی نداره، ولی کار دیگه نکنی با لپتاپت، فیلم نبینی باش. پشت میز مطالعه فقط برای مطالعه، یعنی پشت میزت غذا نخور مثلا. مشکل پیش اومد مهندس؟ خب پشت میز مطالعه برای چی میگم غذا نخور؟ برای اینکه ببین بچه‌های تجربی یه فصلی به اسم رفتارشناسی شرطی شدن، حالا خیلی واردش نمیشم، فقط بهت میگم داستان چیه. این میزو که میبینی وقتی پشتش غذا میخوری، یعنی نهار میخوری، شام میخوری، حالا مثلا نمیدونم یه میوه‌ای بخوری، یه دونه مثلا خرما بخوری، اون اشکالی نداره، قاشق چنگال نیاری بشینی نهار و شام بخوری. خب چرا؟ چون این میزه رو که میبینی، این میزه شرطی میشه، میزو که میبینی یاد غذا میفتی. اوکی، پس پشت میزت فقط مطالعه کن. دیگه چی؟ مثلا پشت میزت به مشکلاتت فکر نکن، نمیدونم به مسائل روز فکر نکن، به اخبار فکر نکن، به حرف این و اون فکر نکن. چرا؟ چون دوباره میزه رو میبینی مثلا یاد مشکلاتت میفتی. پس میز مطالعه فقط برای مطالعه. نوشتن. آقا من یه وقتی پرش ذهنی دارم فتی، تمرکزم میاد پایین، دارم درس میخونم، ذهنم میره هزار جا، حالا یا موزه ارزشمندیه یا بیارزشه، مثلا چه میدونم یاد اون کارتون میگ میگ میفتم که چرا اون بدبخت چی بود رو گرگ بود دیگه، اون گرگه چرا اون پرنده رو هر چقدر میدوید نمیتونست بگیره، یاد اینو، مثلا یاد نمیدونم یه بازی گوشی میفتادم، یا نه اصلا یاد یه مسئله خیلی مهم میفتادم. خب اینا رو بشین بنویس روی یه برگه، و این برگه حالا جلو چشت هم نباشه، میذاری یه گوشه، هر وقت یه پرش ذهنی داشتی میرون برگه رو برمیداری مینویسی روش، فقط میذاری کنار، میگی بعدن فکر میکنم، یکی که ذهنت خالی میشه، یعنی اون لحظه میدونی که آقا این مسئله چه مهم چه غیر مهم، بعدن بهش فکر میکنم و دیگه یه کار میکنم که بعدن دیگه این فکر تو ذهنم نیاد. خب مینویسی، بعد سه تا دسته در واقع مشکلات داری دیگه، یا سه دسته افکار هستن که میان سراغت. یه سریاش که حالا یا بی‌ارزشن یا خیلی زود حل میشن، دسته اول سریع حلشون میکنی. مثلا میگه آقا من اتاقم وقتی دارم درس میخونم خیلی گرمه، یه ذره مثلا از این به بعد موقعی درس خوندن همون لحظه حلش میکنی، درجه بخاری یا حالا هرچی شوفاژ هرچی هست یه ذره کمش میکنی. خب یا مثلا چه میدونم سردمه، لباس گرمتری میپوشی، سریع حلش میکنی دیگه. یا مثلا نمیدونم موقع درس خوندن گشنم میشه، یه خرما خشکی، یه چیزی حالا یه آجیلی، یه چیزی میذاری رو میزت،
گفتم غذا خوردن اشتباهه، یه میان وعده ایرادی نداره، یا میذاری مثلا همون اطرافت هر وقت گشنت شد مثلا یه دونه خورما میخوری. اوکی، این میشه مسائلی که در واقع زود حل میشن. یه سری مسائل اصلا الان حل نمیشن، مثلا تو هنوز به سنی نرسیدی که بتونی گواهی نامه بگیری، میگه ای کاش گواهی نامه داشتم میتونستم رانندگی کنم. اینو میگی که بعدن آخر شب که داری به این افکار فکر میکنی، یه خط میکشی روش، میگی اینو بعدن بهش فکر میکنم، حلش میکنم بعدن، در واقع کاری نیست که الان بتونم از پسش بر بیام، این کاریه که بعدن باید حل بشه. دو سال دیگه، یه سال دیگه کنکورمو دادم، برم گواهی نامه بگیرم، میدونی؟ پس الان اصلا فکر کردم بهش اشتباه. یه سری افکار هستن که اصلا حل شدنی نیستن. مثلا من قدم 1.90، میگم ای کاش قدم 1.70 بود. یا مثلا برعکس، مثلا من پوستم سفیده، میگم ای کاش مثلا پوستم سیاه بود. دیگه حل شدنی نیست دیگه، ولش کن. یا مثلا یه سری افکار هستن که دوباره میاد سراغت، مثلا دور از جونتون یه آدم یه عزیزی رو از دست داده، میگه ای کاش بود. بعد پیش خود فکر میکنم، میگه الان فکر کردن من به ایشون، ایشونه که بر نمیگردونه و من از درسم عقبم بیفتم بازم کمکی نمیکنه، باید بشینم درست درس بخونم. صدا اوکیه بچه ها؟ صدا اوکیه مهندس؟ روشن اصلا؟ ادامه بدم؟ خب بله، عرض می کردم خدمتون. آره، مثلا یه آدم یه عزیزی رو از دست داده، میگه آقا من دیگه به این بند خود رو فکر کنم، نه کمکی به من میکنه نه کمکی بهشون، حداقل بیام آیندم رو بسازم که بتونم به اطرافیانم بیشتر کمک کنم، آدم مفیدتری باشم. بعد بچه ها همه این افکار رو خط بزنید، خیلی بهتون الان صدا اوکی مهندس شما؟ اوکی، ادامه بدم؟ خشخش هم نداره. خب بله، عرض میکردم خدمتون، کلا نوشتن کمک میکنه که ذهنت سبک شه. موضوع بعدی موضوع کشه. آقا بچه ببینید، پرش ذهنی یه کار برنامه ریزی شده نیست که تو یه پاراگراف رو میخونی میرسی آخر پاراگراف، بعد یه دفعه میبینی ذهنت یه جای دیگه بوده، پس برنامه‌ای برای اینکه به اون موضوع فکر کنی نداشتی، یعنی ناخودآگاه اتفاق افتاده. یه کش پول می‌نازی دور دستت، کش ماسته، کش پول از این کش گردا می‌نازی دور دستت، هر وقت پرش ذهنی داشتی یه کشر می‌گیری، یه جریمه ریزان نزنی خودتو کبود کنی ببرنت بیمارستانا، یه ضربه خیلی ریز به خودت می‌زنی. ناخودآگاه متوجه میشی که پرش ذهنی جریمه دارد، خب، و خود به خود پرش ذهنیت کمتر میشه. و موضوع بعدی میشه موضوع سرعت در مطالعه. آقا سرعت در مطالعه خوبه یا بده؟ الان بهتون میگم بچا، یه ماشینی رو در نظر بگیرید داره با سرعت مثلا 20 کیلومتر بر ساعت رانندگی میکنه. اوکی، میتونه همزمان گوشیشو برداره چت کنه، میتونه مثلا یه فلاسک برداره مثلا چایی بریزه واسه خودش چایی بخوره، کیفش عقبه، میتونه برگرده مثلا اون پشت بره بگرده کیفشو پیدا کنه، داره ماشینم داره میره، کیفو برداره مثلا بیاره بذاره جلو، خب هر کاری میتونه کنه، به اسخر و بقال سلام کنه مثلا، و اتفاقی هم احتمالاً براش نمیفته، اگه خدای نکرده مثلا تصادفم کنه
تصادف مثلا خیلی جزئی میشه. خب همین آدمو در نظر بگیرید داره با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت رانندگی میکنه، میتونه این کارا رو انجام بده؟ نه دیگه، باید تمام تمرکزش رو رانندگی و رو جاده باشه. یعنی فرصت پرش ذهنی رو از خودش میگیره. اوکی، پس فرصت سرعت در هر کاری فرصت پرش ذهنی رو از ما میگیره. سعی کنیم سرعت بدیم به مطالعمون. آه سرعت بچه صدا خوبه؟ بچه صدا خوبه؟ اوکیه؟ مهندشون صدا اوکیه؟ خب پس من در تو سرعت در مطالعه داشتم میگفتم خدمتون. آقا من اگه سریع درس بخونم پرش ذهنیم کمتر میشه، اما کلن سریع درس خوندن باعث میشه که من مفاهیمو بهتر یاد بگیرم یا بدتر یاد بگیرم. اینو به من بگید، سریع درس بخونم مفاهیمو بهتر یاد میگیرم یا بدتر؟ درسته پرش ذهنیم کمتر میشه، اما یادگیری مفاهیمم چی؟ یادگیری مفاهیمم هم بهتر میشه یا نه؟ هر چقدر که آرومتر بخونم یادگیریم عمیق‌تر میشه. بچه اغلب دارید میگید بهتر میشه، باریکالله. در تو نوشتن دوباره توضیح میدم، چند نفر سوال پرسیدید، اینو دوباره توضیح میدم. فقط فعلا اینجا باشید، سرعت رو باشید. آقا آروم خوندن معنیش عمیق خوندن نیست. ببینید بچه ها، وقتی من یه جمله ای رو کلمه کلمه میخونم اصلا میرسم آخر جمله نمیفهمم چی خوندم. وقتی یه جمله رو کامل میخونم تازه میفهمم که داستان چیه. ببین اینجا مثلا نوشته چت یک طرفه میباشد و فقط ادمین تمام پیغام ها را میبیند. اصلا نمیفهمی چی خوندی. چت یک طرفه میباشد و فقط ادمین تمام پیغام ها را میبیند. الان فهمیدم چی خوندم. میدونی چی بهت میگم؟ این سرعت در مطالعه، یکی اینکه سریع خوندن باعث میشه که بهتر بفهمی اگه جمله ای بخونی. یعنی عمیق اینجوری خیلی آروم بخونم عمیق تر دارم میخونم، نه اولا که اینجوری نیست. بعدش هم مثلا سرعت مطالعه خیلی هم کاری به اون ندارم که تو چی کار میکنی. نمیخوام تون تون بخونی. ببین شما چی کار میکنی؟ مثلا تست یک رو میزنی، تست تموم شد، میخوای بری تست دو، لفتش میدی، هی میشینی نمیدونم تست رو درست زدی، فکر میکنی، میری تو رویا، یه استراحتی میکنی، نمیدونم یه خودکاری عوض میکنی، بلند میشی برمیگردی، بعد میخوای تست بعدی. 3 دقیقه رفت، تست زدی تموم شد، برو تست بعدی، تحلیلش کردی تموم شد، برو لفتش نده. تون تون منظورم اینه، نه که ای تون 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 بخونی. اصلا کاری به تون تون خوندن تو ندارم. درسته سریع بخونی، تون خوانی باعث افسایش کیفیت و بهبودی یادگیری میشه در کل، اما تون خوانی منظورش تون تون خوندن هم نیست. و اینکه اون فاصله که بین خوندن متن هستن یا بین تستا فاصله نندازی،
یه پاراگراف رو میخونی میخوای بری پاراگراف بعدی، نری تو فکر و خیال، نری تو رویا، سری بری پاراگراف بعدی. پس سرعت در مطالعه باعث افزایش کیفیت میشه و اینکه تمرکزت هم میبره بالاتر. مهمترین موضوع به نظر من میتونه همین باشه، تنبلی. بچه من الان 11 سالیه که کار مشاوره انجام میدم. داوطلب میاد پیش من میگه فتی تمرکز ندارم. میگم در مطالعه؟ میگه آره. میگم این کارا رو انجام بده. میره میاد میگه فتی همه این کارا رو انجام دادم ولی بازم تمرکز ندارم. بررسی میکنم میگم اینو انجام دادی؟ میگه آره انجام دادم ولی فتی من میدونم انجام اصلا معلوم انجام نداده. آره انجام دادم ولی میدونم فایده ای هم نداره. میگم نه خدا وکیلی انجام دادی. میگه آخه میدونم فایده نداره. میگم کوفت انجام دادی؟ میگه نه. خب بعد میگه بعد ببین میدونی داستان چیه؟ اصلا این کسی حال نداره درس بخونه. آخه درس خوندن کار سختیه، تو بخون تمرکزت میره بالا. دو هفته سه هفته که بخونی تمرکز پله پله میره بالا. یعنی شما اختلال نداری، اختلال در مثلا مطالعه نداری. مشکل چیه؟ مشکل این که حال نداری درس بخونی. بخون تمرکز میره بالا. این کارا هم باعث میشه که تمرکزت بره بالاتر. آقا نوشتن چی بود داستانش؟ یه بار دیگه میگم، یه برگه برمیداری ذهنت پرید مثلا پیش عروسی دختر خالت که مثلا یه ماه دیگه است لباس چی بپوشم؟ میتونی بنویسی عروسی دختر خاله لباس. خب ذهنت مثلا رفت سمت این که آقا من میخوام مثلا گواهینامه بگیرم، بنویسی گواهینامه، همین بلش میکنی. ذهنت رفت سمت این که مثلا چه میدونم مثلا چرا مثلا نمیدونم فلان عزیز رو از دست دادم. خب مینویسی. خب و افکار دیگه که میاد سراغت اینا رو مینویسی. آخر شب میشینی دونه دونه بهش فکر میکنی عروسی دختر خالت لباسش رو بپوشم یه ماه دیگه است، حالا همون موقع شبش تصمیم میگیرم. موضوعی نیست که بخواد تمرکز منو به هم بزنه. اصلا برای چی من دارم به این فکر میکنم؟ من آینده و هدفم مهمتر یا عروسی دختر خالم؟ ولش کن بابا دیگه بهش فکر نمیکنم. بعد آخر شب گواهینامه. الان اصلا وقت گواهینامه گرفتن منه؟ با خودت حرف میزنی ها؟ الان اصلا وقت گواهینامه گرفتن منه؟ من الان کنکور دارم، وقت ندارم بخوام برم گواهینامه بگیرم. که این مال بعدنه، مال بعدنه، مال مثلا 6 ماه دیگه است که برم ثبت نام کنم برم گواهینامه بگیرم. خطش میزنم دیگه هم بهش فکر نمی کنم. بلش کن. چرا فلان عزیز رو از دست دادم؟ خب داریم تنظیمش میکنیم. اوکی شد. خب بله عرض میکردم خدمتون. ببین آره اینو میگی که آقا مثلا ببین یه سری کارا از حل شدنی نیست. خب حل شدنی نیست. این دوتا بعدن بود، این حل شدنی نیست. آقا حل نمیشه دیگه. خیلی ای کاش بود این عزیزی که من از دستش دادم، ای کاش بود، ولی حالا دستشون دادیم خدا رحمتشون کنه، ولی من دیگه نمیتونم کاری کنم. خیلی متاسفم ولی واقعا نمیتونم دیگه کاری کنم. پس دیگه بهش فکر نمی کنم. تلاش میکنم که آینده بهتری بسازم، بتونم به بقیه عزیزانم بیشتر کمک کنم، آدمایی که دوستم دارن، آدمایی که دوستشون دارم، بتونم براشون آدم مفیدتری باشم. پس دیگه بهش فکر نمیکنم. یه سری کارام هست که در لحظه حل میشه. آقا موقع درس خوندن مثلا گشتم میشه، مینویسیش آخر شب میشین فکر میکنه خب کاری نداره که. من مثلا از این وقت اوکی اینجوری. یکی از بچه‌ها یه جمله باحال نوشته بود، زده بود که این چیزا رو از توی یوتیوب کپی نکن. با من بود، یعنی منظورش بود که من رفتم یه توی یوتیوب کلیپ دیدم و اینا رو کپی می‌کنم. اول از همه بچه‌ها این چیزی که من دارم بهتون میگم، به خصوص در توی نوشتنه، توی روانشناسی بهش میگن جعبه نگرانی. یعنی یه مقدار داستانش بیشتره. میگه یه جعبه درست کن، یا همون سطل آشغال این برگر آخر سر مچاله کن بنداز تو سطل آشغالی. یعنی این یه علمه. خب خیلی هم ممکنه از این استفاده کنن. اینکه در واقع ابداع میثم فتی نیست. من هیچ وقت مدعی نبودم تمام چیزایی که بهتون میگم و خودم ابداع کردم. مثلا این اشتباهه. من باید برم مطالعه کنم ببینم بقیه چی میگن، چی کار میکنن و طبق همون اطلاعات بروز و به درد بخور به شما بگم. هر چیزی هم که در واقع تکنیک خودم بوده، بهتون گفتم تکنیک خودمه، 0 تا 100ش مال خودم بوده. و یه موضوع دیگه، دوست عزیزی که به من میگی کپی میکنی، تو به این فکر نمیکنی من میثم فتی تو کلاسینو هم، تو اولین و بزرگترین آموزشگاه آنلاین کشورم،
ممکنه بقیه بیان از من کپی کنن. آیا به این فکر نمی کنی واقعا؟ خب بریم سراغ موضوع بعدی. آقا تمرکز در آزمون، یعنی من الان بهتون تمرکز در مطالعه رو گفتم، بریم سراغ تمرکز در آزمون. برای تمرکز در آزمون هم چند تا تکنیک نابی بهتون بگم. خب تمرکز در آزمون هم چند تو بسی؟ آه. چرا؟ مشکل ایجاد میکرد؟ آه باز شد؟ بسه در نکن. خب تمرکز در آزمون هم ببینید بچه ها، یکی این که باید شبیه سازی انجام بدید، شبیه سازی فضای آزمون منظورمه. الان یکی یکی بهتون میگم، کلید واژه ها رو مینویسم بعد بهتون میگم که باید چی کار کنید. دیگه باید چی کار کنی؟ دیگه باید تعداد آزمون زیاد بزنی که تمرکز توی آزمون بره بالا. و اینکه شناخت دفترچه، که حالا یکم زوده ولی بهتون میگم، الان بهتون میگم یه کامل باشه. خب الان بهتون میگم که دیگه کامل بشه، بعدن هم حالا یه نفر نزدیک کنکور هم که در واقع این کلاس رو دید بتونه ازش استفاده ببره. ببین شبیه سازی فضای آزمون چه کمکی میکنه به آزمون. آقا مثلا داوطلبی که تو خونه خیلی خوب آزمون میده، بله داوطلبی که توی خونه خیلی خوب آزمون میده، در تو همه موضوع صحبت میشه عزیزم. بله یک شنبه هم ماسال همایش داریم. عرض میکردم خدمتون شبیه سازی فضا برای به چه دردی میخوره. داوطلب توی خونه خیلی خوب داره آزمون میده، اما وقتی میره سر جلسه آزمون خراب میکنه. مشکل چیه؟ بچه من میگم یکی از کارهایی که باید انجام بدید خیلی موثره شبیه سازی فضا. یعنی چی؟ یعنی تو مثلا تو خونه با لباس خونه میشینی راحت، نمیدونم لم میدی واسه خود آزمون میدی. اگه بتونی مثلا شرایط آزمون هر چقدر بیشتر، مثلا بعضی بچه‌ها میرن از مدرسه خواهش میکنن یه دونه از این صندلی دسته‌دار رو قرض میگیرن میذارن تو خونه پشت، مثلا میشینه رو صندلی آزمون میزنه. اوکی، یعنی هر چقدر بتونی بیشتر شبیه سازی کنی، لباس بیرون بپوشی، لباس در واقع مجلسی و اون شرایطی که میخوای بری حوزه آزمون آزمون بدی لباس اون مدلی بپوشی، کفش بپوشی و توی همچین فضای آزمون بدی خیلی بهتره. قاعدتا فضایی که باید آزمون بدی باید فضای آروم و فضای خیلی مناسبی باشه، اما همیشه تو سکوت مطلق و تو فضای ایزوله آزمون نده. یه وقتایی برو تو شرایط شلوغ، مثلا اگه خونه شلوغه، نمیدونم تلویزیون روشنه، رفت و آمده، برو بشین وسط پذیرایی آزمون بده. نگو همه هیچ حرف نزنی میخوام آزمون بدم، نه، تو سر و صدا آزمون دادن یا درس خوندن یه مهارته. مهارت چجوری به دست میاد؟ با تمرین کردن. بعضا تو فضای شلوغ هم آزمون بده. اگه مثلا یه مقدار هوا گرمتر بشه، یا اگه حالا شما تو شهری هستی که هوا گرمه، میتونی اگه خونه تو پارکینگ داره رفت اومد زیاده، مثلا من میگم برو بشین تو پارکینگ خونتون آزمون بده. انقدر برام مهمه که تو فضای شلوغ هم آزمون بدی. نه همیشه، گفتم 10 تا آزمون میدی یه دونه دو تاشو تو فضای شلوغ آزمون بده که عادت کنی، چون ممکنه حتی تو حوزه کنکورت هم سر و صدا بشه. پس آمادگی این که توی شرایط شلوغ آزمون بدی رو داشته باشی، تمرکزت به هم نخوره. تعداد آزمون هر چقدر بره بالاتر تمرکزت میره بالاتر. بعضا داوطلب به خاطر استرس آزمون، استرس آزمون کاملا طبیعیه، همه جای دنیا هم وجود داره، یعنی فکر نکنید فقط ما که کنکور داریم توی ایران این اتفاق میفته، نه مثلا داوطلب تو کالیفرنیا هم داره درس میخونه، اگه بخوان ازش آزمون بگیرن یه امتحانی ازش بگیرن، استرس امتحانو داره، کاملا عادیه. هر چقدر بیشتر آزمون بدی این استرس میریزه. و شناخت دفترچه باعث میشه که در واقع تمرکز بیشتری داشته باشی. ببین بچه‌ها سطحی ترین شناخت دفترچه چیه؟ اینکه بدونی ترتیب درسات چیه. مثلا عمومی برای همه رشته، ادبیات، عربی، دینی، زبان. حالا مثلا اختصاصی رشته تجربی رو بهت بگم، میشه زمین، ریاضی، زیست، فیزیک، شیمی به ترتیب. اوکی، ترتیبش اینه. خب یعنی ترتیبو حداقل میدونی، این شناخت خیلی جزئیه. بعد مثلا جای سوالا توی کنکور، اگه برید سوالای کنکور سال قبلو ببینید، جای سوالا معمولا مشخصه که چه سوالی کجای دفترچه میاد.
مثلا تو ادبیات معلوم لغت و املا کجاست، قرابت کجاست، متوجهی؟ مثلا توی ریاضی معلوم سوال حد کدوم سواله، پنج تا اول سوال معمولا چه سوالایی میاد. اوکی، یه شناخت خیلی خوب بهت میده و در واقع تو حتی اگه مثلا سوالو در واقع مثلا ندونی سوال از چه بخشی اومده، وقتی جای سوال رو میبینی مثلا میگه این سوال 125، معمولا سوال 125 از این فرمول باید استفاده بشه، آها این سوال فرمولش هم اینه. یعنی شناخت دفترچه بهت کمک میکنه حتی فرمول هم یادت بیاد، میدونی؟ چون میدونی چه سوالی کجای دفترچه میاد. وقتی آزمون جامع بیشتری بزنی شناخت بیشتری هم نسبت به دفترچه پیدا میکنی. گفتم این شناخت دفترچه برای وقتیه که شما آزمون جامع میزنی و دیگه اون موقع باید حواست باشه که این سوالی که من دارم حل میکنم چه شماره ایه و احتمال داره که توی کنکور منم هم همین شماره سوال همین تیپ سوال باشه. اوکی؟ خب بیشتر سوالاتون دارم الان جواب میدم. بچه‌ها یه موضوع رو بهتون بگم، ببینید برگردیم صفحه قبلی، تمرکز رو بهتون گفتم، حالا باید بریم سطح شناسی. قبل از اینکه سطح شناسی رو بهتون بگم، مثلا همینجا بنویسم. خب قبل از اینکه سطح شناسی رو بهتون بگم بچه‌ها، من گفتم بهتون، گفتم من 10 روز میخوام به داوطلبایی که داوطلب من نیستن، مشاور ندارن، 10 روز مشاوره رایگان بدم. فقط چیکار میکنی؟ یه دایرکت به من میدی، نام خانوادگی، در واقع نام مدرسه، چه شهری هستی، شهرت توضیح میدی، یه شماره تلفن برای من دایرکت اینستاگرام میذاری، من 10 روز بهت مشاور رایگان شخصی میدم، با خودم هم ارتباط داری که یکم راه بیفتی. اینم هدیه من به شما، البته با هماهنگی کلاسینو بوده. دایرکت هم که یه بار دیگه هم پیجم بهتون بگم، میسم فتحی، دو تا اس داره فقط، حواست 1 2 3. اوکی، خب بله عرض میکردم خدمتتون، به این پیج توی اینستاگرام دایرکت بدید و اینکه بچه صبور باشید، تعداد دایرکت ها خیلی زیاده، صبور باشید، من جواب میدم نهایتا تا 1-2 روز 3 روز آینده هم براتون یه تایم میذارم، با هم تلفنی صحبت میکنیم یا ویدیو کال میکنیم با هم دیگه و کارتون رو شروع میکنم. نه دیگه میگم 10 روز رایگان دیگه، رایگان بیا، یعنی هدیه، آدم از هدیه مگه پول میگیره؟ خب بله 1 2 3 4 5 6. اینم از خلاقیت های مهران عزیز. مهران چقدر تو نمکی، مهران تو خیلی نمکی، وای وای، یکی به جلو منو بگیره، من خنده دارم دیگه، دلرد گرفتم. مهران شوخی کردم باهات، حالا قیافت اونجوری نکن، دارم میبینمت از اینجا. خب آقا بریم تمرکز رو گفتم بهتون، الان بریم سراغ سطح شناسی. سطح شناسی داستانش چیه؟ ببین یه داوطلبی که میخواد رشد تراز داشته باشه باید سطح خودش رو بشناسه. یعنی چی؟ یعنی باید بدونه تو کدوم یکی از این سطوح آموزش، تثبیت، تسلط، 4 جنبندی و 5 آزمون، چون خیلی شبیه همه توی خط می نویسمشون. خب باید بدونه تو کدوم یکی از این سطوحه. آقا یه داوطلبی که تو سطح آموزشی یعنی چی؟ یعنی هنوز کلاسش معلوم نیست، کتاب درست مهندسی منابع نکرده، یه درسی که کلاس لازم داره کلاس نرفته، یه درسی که مثلا کلاس نیاز نداره الکی رفته کلاس ثبت نام کرده براش، مثلا یه درسی که باید خیلی خوب تست بزنه منبع تستی خوب براش نداره. اگه اینا اوکیه که سطح آموزشت اوکی، هیچ دیگه الان احتمالاً بیشترتون اوکی هستید. سطح تثبیت یعنی چی؟ یعنی آقا من در سطح جزوه، این رنگو میبینن مهندس؟ در سطح جزوه هر سوالی از من بپرسن باید بلد باشم، هم مفاهیم رو باید بلد باشم بدون پیچوندن ها، متن جزوه رو ازم یه سوال بپرسن بلد باشم،
یا اگه مثلا درس تحلیلی سوالی که توی جزوه برای من حل شده رو ازم بپرسن، بعد بتونم سوال رو حل کنم بدون نگاه کردن به پاسخ. باید جزوه رو اول اصلا خوب بلد باشم، حداقل دیگه راحت بهت بگم حداقل 70-80% جزوه رو بلد باشم. حالا یه جایی که واقعا هرچی میخونم یاد نمیگیرم ایرادی نداره، جلوتر تو تستنی بهت میگم باید چیکار کنی، میتونم ازش بگذرم، ولی حداقل دیگه اونجایی که خوندم و احساس میکنم یاد گرفتم و دیگه بلد باشم از خودم سوال بپرسم بتونم جواب بدم. خب جزوه رو خوب بلد باشم. اگه به هم سوال خارج از جزوه بدن، پاسخنامه هم بهم بدن، باید بتونم تحلیل کنم. شاید خنده‌دار باشه ولی واقعا داوطلبی که رو جزوهش تسلط نداره سوال و پاسخ رو بذاری جلوش نمیتونه در واقع تحلیلش کنه. سوال و پاسخ رو بهت بدن دیگه متوجه داستان بشی، این یعنی سطح تثبیت و موفقیت پشت سر گذاشتی و حالا اجازه داری وارد سطح تسلط بشی. سطح تسلط سطح تست زنیه بچه. تست زنی درست مهارت تو رو میبره بالا، اما تست زنی توی مرحله تسلط بیشتر جنبه یادگیری داره. تثبیت که یادگیری بود، تسلط هم ادامه فرایند یادگیری توه. یعنی تو تست آموزشی میزنی که چند درصد میزنی مهم نیست، که با تست مفهوم بهتر برات جا بیفته، جزئیات برات بهتر جا بیفته، این مهمه. پس سطح تسلط هم سطح خیلی مهمیه که تو باید بتونی توش خیلی خوب تست بزنی و وقتی که داری تست آموزشی میزنی حداقل 80% تست رو بتونی درست بزنی. اون وقت میتونی بگی اون مبحث رو خیلی خوب یاد گرفتی. جمع بندی و آزمون بعد از سطح تسلط نیست، همیشه هست. یعنی حتی اگه تو مرحله تثبیتی باید جمع بندی و آزمون داشته باشی، تو مرحله تسلط هم هستی جمع بندی و آزمون داشته باشی. جمع بندی رو که با تست پوششی میزنیم. تست پوششی یعنی چی؟ یعنی مباحثی که این هفته توی برنامه تو نیست، هفته یا هفته‌ها یا ماه‌های قبل خوندی. 3-4 درس رو هر هفته انتخاب میکنی، میری ازشون 5-20 تست از یه مبحث. مثلا تو الان تو ریاضی داری مشتق میخونی، 6 ماه پیش تابه خونده بودی، میری تابه رو تو ریاضی انتخاب میکنی، تابه خوندی، مثلثات خوندی، حد خوندی، ولی فقط مبحث تابه رو امروز انتخاب میکنی. بین 5-20 تست رندوم، یعنی به 5 تا اول حل کنی رندوم، 5-20 تست، حالا یا از جزوهت یا از کتاب تستت، ترجیحاً تست علامت دار تو بزنی بهتره، ولی فرق نمیکنه، تست جدیدم بزنی ایرادی نداره. بین 5-20 تست ازش میزنی که تابه برات مرور بشه. این خودش بهترین نوع جمع بندیه. و آزمون، آزمون حالا تو جمع، یعنی ما یه لولی داریم برای جمع بندی دیگه، جلوتر بهتون میگم. آزمون چه جوریه؟ آزمون هم این جمع بندی و آزمون، اجازه بدید یه ذره جلوتر کاملتر دربارش توضیح میدم. آزمون هم باید بزنید دیگه، یعنی جمع بندی و آزمون، حتی اگه مرحله تثبیت هم و موفقیت هنوز طی نکردی، جمع بندی و آزمون فقط باید این تا اینجا بدون که این دوتا باید تو برنامه همیشه باشه، حتی اگه درست تثبیت نشده مبحث برات. جلوتر بهت میگم چه جوری. یه لحظه اجازه بدید من دو صفحه برگردم عقب یه بار دیگه اینجا رو ببینیم. الان باید بریم توی تست زنی. یعنی من الان تا اینجا براتون بچه‌ها تمرکز رو گفتم، سطح شناسی رو گفتم، الان باید بریم تو تست زنی و تحلیل تست. بعد دوباره برمیگردیم یه مرورش میکنیم. خب پس الان میریم تو مرحله تست زنی. آها این خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه من عالیم تایپ کنید لطفاً. من خودم که میدونم عالیم، خودتو بگو، بنویس من عالیم، که یکم حال بدید، یکم انرژی بدید، ببینم چقدر پر انرژی خفن هستید تو کلاس، که بریم ایشالله ادامه رو پیش ببریم. دمتون گرم، دمتون گرم، دمتون گرم، ماشالله ماشالله، یه لشکر داوطلب خفن پر انرژی داریم. آقا روش درس خوندن رو گفتم توضیح نمیدم، روش خوندن دروس رو گفتم، برید تو پیج اینستاگرامم هم برای همه دروس پست براتون گذاشتم، جز پست آخریم هم هست، یعنی اخیراً پست شده، گفتم تو پیج اینستاگرامم هم یا تو کانال تلگرامم میتونید ببینید. بابا دمتون گرم، فوق‌العاده بی‌نظیر خفن درجه یکید واقعا، دمتون گرم. چرا اشتی هم کار میکنه، حتما اینترنتت ضعیفه. خب تستنی تحلیل تست، تستنی تحلیل تست. بچه‌ها ببینید مدل‌های تستنی که بهتون گفتم، A0 بوده یعنی آموزشی نوع 0، A1 و A2 بوده
یعنی آموزش نوع یک و آموزش نوع دو زد یک بوده و زد دو. زد یک و زد دو هم زماندار نوع یک و زماندار نوع دو بوده. پنج مدل تستنی بهتون گفتم. خب پنج مدل تستنی بهتون گفتم. بچه‌ای که تا الان نتیجه خوب نگرفتید، نید اینو تو چت بگید. این کاری که میگم رو انجام بدید، قول دادم بهتون نتیجه بگیرید. خب آقا آصف چیه؟ آصف تست زنی با تقلبه. آصف زمینه ذهن‌خوانی طراحه. آقا اگه توی یه درسی خوب میخونی، خوب هم تست میزنی، میری توی از خودت آزمون میگیری هم خوب میزنی، میری توی آزمونای آزمایشی هم درصد خوبی میگیری، آصف نمیخواد. اگه غیر از اینه آصف بزن. یعنی برای شروع تست زنید آصف یه پلیه بین تشریح خواندن و تست زدن. یعنی نه تست نه خوندنه، یه چیزی این وسط هست. چه مدلیه؟ آقا یه تست رو میخونی؟ تست چهار تا گزینه داره. میدونی گزینه یک درسته، اصلا مهم نیست. آصف میگه برو سراغ صورت سوال. یه وقتی از صورت سوال گفته مثلا کدام مورد صحیح است، این نکته ای نداره، ولی یه وقتی از صورت سوال از متن جزوت اومده بیرون، خب برو فقط اصلا میدونی از کجا اومده، دقیقا تصویرش رو ذهنته، ایرادی نداره، این اصلا مهم نیست. فقط تو موظفی یه بار رجوع کنی به کتابت یا جزوت یا درسنامت منبع اصلی، ببینی این از کجا اومده بیرون، چک کنی اونجا رو، یا این از اینجای جزوه اومده بود بیرون، یعنی طراح از اینجای جزوه من یه سوال تر کرده. اوکی. گزینه یه وقتی عدده، هیچی کاری نداری. یه وقتی از نکته داره، خب نکتهش از کجا؟ از اینجای متنه که متن ساده است، طراح اومده خیلی زیرکانه اینجا رو این مدلی کشیده بیرون. همین، فقط نگاه کن بهش. گزینه بعدی همچنین، گزینه بعدی همچنین، گزینه بعدی همچنین. گفتم حتی اگه گزینه درست رو میدونی، بعد گزینه رو انتخاب میکنی، بعد از اینکه به کتاب رجوع کردی میره تو پاسخ چک میکنی. اوکی. پس شما برای شروع یه مرحله این مدلی تست بزن. فتی چرا؟ من که خوب میتونم تست بزنم، مشکلی ندارم، اصلا میرم سراغ تست، همه تستامو درست میزنم. نه، من کاری به اینکه تو خوب تست میزنی یا خوب تست نمیزنی ندارم. اگه تو آزمونت نتیجه نمیگیری، من میخوام دید طراحانه پیدا کنی. یعنی ببینی طراح از تو متن کتاب، از تو متن جزوه چجوری تست سر میکنه. بچه ها اگه درستون یه درس مفهومی یا حفظیه، سعی کنید برید سراغ سوال چند موردی یا سوالایی که گزینه هاش نکته های زیادی داره، تست آصفرتون رو توی این مدل تست ها انتخاب کنید. خب یه تستی که مثلا گزینه هاش یه کلمه ایه یا مثلا چهار تا عدده، سراغ سوال این مدلی نرید. اوکی. سراغ سوالی که واقعا چند تا نکته خفن داشته باشه دیگه، یعنی توی یه تست 4 5 بار تو رجوع به کتاب داشته باشی، آصف رو این مدلی انتخاب کنید. اگه درستون درس تحلیلیه، مثلا ریاضی، فیزیک، اقتصاد، خب مسائل اقتصاد، مسئله رو چیکار می‌کنی؟ آقا مثلا 4 تا گزینه 4 تا عدد فتی دیگه، من نمیتونم رجوع به کتاب داشته باشم، ایرادی نداره. صورت سوال، سوالی که خوندی، خب به هر حال متوجه میشی که یه مسئله رو باید حل کنی دیگه. این مسئله از کجای جزوه من اومده و با چه فرمولی باید حلش کنم، بلدی؟ ایرادی نداره، رجوع کن به جزوه، بگو آها از این فرموله نکتهش اینه، تکنیکش اینجوریه، بعد برو حل کن. ببین گفتم حتی اگه بلدی، رجوع به کتاب و رجوع به جزوه داری، حافظه تصویری تو فعال میکنه، دید طراحانه پیدا میکنی، متوجه میشه چه تیپ تستایی از اون بخش از جزوت تر میشه و آره تمام تستا رو بار اول آصف بزنید. آقا خدا وکیلی خفن بود، دید طراحانه بهت نمیده، یه کاری نیست که، یه کار جدید نیست، این میشه تکنیک میثم فتی که دوست عزیزم تو از تو یوتیوب هم در نیومده. اگه از تو یوتیوب هم پیدا کردی، حتما اومدن تو کلاس اینو، کلاس منو دیده، یه نفر رفته کپی کرده اینو، متوجهی؟ پس ما اهل کپیه بدون منبع نیستیم. تکنیک بسیار خفنی بود واقعا، دمتون گرم، مرسی که انرژی میدید، باریکلا. خب آیک و آدو چیه؟ اچه آیک نمینویسم، خیلی ساده است. آقا وقتگیر باشه، میگه آقا آصف وقتگیر نیست، وقتگیر باشه،
تو این همه خوندی تست زدی تو آزمونت نتیجه نمیگیری، یه بار به اون کاری که مشاورت با 11 سال تجربه داره بهت میگه گوش بده انجام بده حتی اگه وقت گیره، تو نتیجه میگیری در عوض. نتیجه بگیری مهمه دیگه. خب آدرس پیج رو دوباره براتون میذارم. آیک و آدو، آقا آیک و آدو این آدرس پیج برای دو، برای دومین بار تو پیج کلاسینو هم میتونید برید، تو فالوینگای کلاسینو هم میتونید منو ببینید فالو کنید. آیک و آدو بچه، آیک یعنی آموزشی، نوع یک یعنی یه تست میزنی آموزشی بدون در نظر گرفتن زمان، میره سراغ پاسخنامه، تست بعدی رو میزنی میره سراغ پاسخنامه. آدو برای داوطلبی که ما احساس میکنه که خیلی شاخه تو اون درس، خیلی تسلط داره، خیلی خوبه، بازم آموزشیه ولی مثلا 5 تا 5 تا میزنه. اگه دیگه احساس خیلی خیلی شاخ بودن داری 10 تا 10 تا، ولی بیشتر دیگه نه، آموزشیه. من خودم با بیشتر از 5 تا موافق نیستم خیلی، اگه اینکه میگم شرط خاصی باشه بخوای بیشتر از این بزنی. خب بچه آیدی تلگرام هم فقط اینجا یه دونه آندرلاین داره، میستم آندرلاین فتی میشه آیدی تلگرام، تلگرام پیام بدید. خب اگه اینستاگرام ندارید یکی از این دوتا رو الان توی مقطع سال یکی از این دوتا رو بزنید، یعنی یا آیک بزن یا آدو. زد یک و زد دو چیه؟ زماندار نوع یک و زماندار نوع دو. زماندار نوع یک، بچه من از درس شیمی براتون مثال بزنم، مثلا توی کنکور 35 تا شیمی 35 دقیقه وقت داره. خب من میگم 35 تا شیمی شروع کن به حل کردن، ببین تو چند دقیقه میتونی حل کنی. حالا از یه مبحثا حتما قرار نیست بری کلشو بزنی، مثلا 30 تا هستن، یعنی هر سوال یه دقیقه وقت داره دیگه، 35 رو ولش کن، اصلا 30 تا سوال داری، 30 تا رو توی مثلا 90 دقیقه حل میکنی. اوکی دفعه بعدی برای زدی یک میگه آقا به جای که تو 90 دقیقه حل کنی از همون مبحث، سعی کن توی 80 دقیقه حل کنی. زد دو چی میگه؟ زد دو میگه، الان براتون اینم ساده ترش میکنم، زد دو میگه آقا 30 تا سوال شیمی داری، 30 دقیقه وقت داری، چند درصد میزنی؟ اوکی حالا برات یکم ساده ترش کنم. از این به بعد زد یک زد دو رو اینجوری میزنی، آقا اول زد دو میزنی بعد زد یک میزنی. چجوری؟ با تکنیک دو خودکار. الان بهت میگم چه مدلی. آقا یه آزمون میدی مثلا 30 تا شیمی داری، مثلا دیگه آره همه درسات، 30 تا شیمی داری، 30 دقیقه وقت میدی، مثلا 50 درصد میزنی. خب این شد چی؟ این شد زد دو، زماندار نوع دو، استاندارد کنکور. زد یک چی بود؟ زد یک گفت آقا زمانو ولش کن، هر چقدر یعنی زمان مهمه، سعی کن تو زمان کمتر ولی تلاش کن که 30 تا سوالو بزنی. مثلا شما تو زد دو اگه فرض رو بر این بذاریم که اصلا تست غلط نزدی، 15 تا سوال تونستی جواب بدی شد 50 درصد، 15 تا دیگر هم وقت کم آوردی. فرضاً زد یک میگه چی؟ زد یک میگه زمان مهم هست ولی تو ببین 30 تا رو تو چند دقیقه میزنی، دفعه بعدی دیگه سعی کن زمانه رو کمتر کنی، مهارت تو بری بالاتر. حالا چیکار میکنی؟ میای اینجا میگه آقا من یه 20 دقیقه وقت اضافه تر میخوام. 20 دقیقه وقت اضافه میکنی به همون آزمون قبلیت، تو 30 دقیقه 50 زده بودی، میگه 20 دقیقه وقت اضافه تر میخوام، مثلا 6 تاشو اصلا نمیتونم حل کنم ولی 9 تاشو میتونم حل کنم، یا نمیدونم هر چی مثلا چه میدونم 5 تاشو میتونم حل کنم، 10 تاشو نمیتونم حل کنم. مثلا در نهایت به یه درصد گیری میکنی میبینی شدی 70 درصد، یا نه درصد گیری میکنی تو 20 دقیقه وقت اضافه تر همون 50 شدی، یا نه 20 دقیقه وقت اضافه تر گذاشتی 45 درصد شدی. اینو بعداً بهتون میگم چه کمکی بهتون میکنه چون یه مقدار طولانی میشه، فقط فعلا این کارو حتما انجام بدید. تکنیک دو خودکار، اولی رو با خودکار آبی حل میکنی، دومی رو با خودکار قرمز حل میکنی، انگار داری تحسین میکنی. حتی سوالی که دفعه اول حل کردیم دفعه دوم میتونی حل کنی. حل بچه گرفتید چی شد؟ دو خودکار رو گرفتید چی شد؟ پس این دومی میشه چی؟ میشه زد یک، زماندار نوع یک رو در ادامه زد دو. فدای شما بشم، فدای شما بشم، ممنونم، دمتون گرم، دمتون گرم. حال میکنم که واقعا گیرایی بالا عالی،
پس زد یک زد دو خیلی مهم بود دیگه. یه بار دیگه من زد یک زد دو رو توضیح بدم، با اینکه همتون گفتید گرفتید چی شده، ولی یه بار دیگه توضیح بدم. آقا زد یک زماندار نوع یک بود، گفتم 30 تا تست داری، 30 تا تست قانونا باید برای مثال تو 30 دقیقه حل بشه، اما گفتم 30 تا رو تو زور بزن تو زمان کمتری حل کنی، ولی هر 30 تاشو حل کن. 30 تا رو حل میکنه، مثلا اگه 25 تا مثلا 26 تا حل کردم، 4 تا رو اصلا بلد نیستم، ایرادی نداره، در نهایت شد 90 دقیقه. دفعه بعدی 30 تا تست شیمی برای مثال بهت دادم، سعی کن تو 80 دقیقه. دفعه بعدی سعی کن تو 70 دقیقه. زد دو چی بود؟ زد دو گفتم 30 تا سوال 30 دقیقه وقت، تو 30 دقیقه ببین چند درصد میزنی. اوکی، بعد بهت گفتم بیا حالا تلفیقش کن، نمیخواد دوبار بیای ما یه سری مثلا آزمونا رو زد یک بزنی، یه سری رو زد دو بزنی، جفتشو با هم توی یه آزمون بزن. آزمون رو برمی‌داری میگی 30 تا سوال تو 30 دقیقه میزنم ببینم چند درصد میشه. مثلا 30 تا رو تو 30 دقیقه 50 درصد زدی، ولی هنوز وقت اضافه میخوای، خودکار قرمز رو برمی‌داری 20 دقیقه وقت اضافه، مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه، هر چقدر که وقت اضافه میخوای، هر چقدر که میخوای 50 دقیقه وقت اضافه هم میخوای، ایرادی نداره. ولی در نهایت مینویسی آزمون این مبحث رو، دفعه اول تو 50 درصد زدم، دفعه دوم تو 70 درصد زدم. بعد حالا تو جلساتتون میتونید از من بپرسید، اینو به صورت شخصی سازی شده باهاتون صحبت میکنم که چیکار باید کنید و در واقع چه معنی داره. اگه 50 بشه 70 چه معنی داره؟ اگه مثلا کلا 5 دقیقه وقت اضافه بخوای چه معنی داره؟ اگه نیم ساعت وقت اضافه بخوای چه معنی؟ این یه مقدار طولانی میشه، تو جلسات بعدی مفصل درباره‌اش صحبت میکنم، الان وقتش نیست متاسفانه. یعنی اصلا الان موقعش هم نیست. در رابطه با تحلیل بچه و تست، بچه من یه جلسه کامل در رابطه تحلیل تست براتون گذاشتم، جلسه ذهنخوانی طراح، جلسه 6 کلاسمه که رایگانم هست، میتونید ببینید. اما در کل میخوام بهتون بگم که برای تحلیل تست، اگه برای چک کردن میخوای بری سراغ پاسخنامه، ایرادی نداره، اما اگه میخوای برای یادگیری بری سراغ پاسخنامه، اشتباه. یعنی یه مبحثی رو تست خوندی بلدش نیستی، حتی مثلا گزینه درست رو به پاسخ تشریح نه، گزینه درست رو بهت بگن بازم نفهمی داستان چیه، باید بری سراغ کتاب یا جزوه‌ت. خلاصش میشه این، ولی میتونی جلسه 6 هم رایگان ببینی، اونجا خیلی مفصل توضیح دادم. خب بعدی میشه چی؟ بعدی میشه بچه آزمون و تحلیل آزمون. بچه آزمون و تحلیل آزمون خیلی نکته داره. من در رابطه آزمون و تحلیل آزمون توی کارگاه شماره 5 مفصل و رایگان بهتون توضیح دادم آزمون چه، تحلیل آزمون چه، تکنیک هایی که برای آزمون داریم چی هست. مثلا نقصانیه، تکنیک زمانهای نقصانی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما تو دفترچه عمومی کنکورت ترتیب چیه؟ ادبیات، عربی، دینی، زبان. ادبیات چقدر وقت داره؟ 18 دقیقه، 20 دقیقه، 17 دقیقه، 20 دقیقه، کلن میشه چقدر؟ 75 دقیقه. میگیم چیکار کن؟ میگیم زمان نقصانی. برای مثال این باید شخصی سازی بشه، برای مثال ادبیات 15 دقیقه، عربی 15 دقیقه، دینی 15 دقیقه، زبان 15 دقیقه، تو 60 دقیقه حلش کن، آخرش 15 دقیقه وقت اضافه بیار. چرا؟ چون بعدن بتونی از استراتژی بازگشت استفاده کنی. استراتژی بازگشت یعنی چی؟ یعنی برگردی سراغ دو درسی که مهمتره، دو درسی که میتونی تراز بهتری ازشون بیاری، دو درسی که تعداد سواله مثلا، حالا مثلا تکنیک ضرب در منها رو هم باید بلد باشی، دو درسی که ضرب درهای بیشتری مثلا داره، برگردی سراغشون، تو اون 15 دقیقه دو تا درس رو درصد بهتری بزنی. و مثلا استراتژی مثلا سوالات شکدار، آقا سوال شکدار رو باید بزنم یا نزنم؟ سوال شکدار رو باید با توجه به آزمون‌های قبلی تصمیم بگیری بزنی یا نزنی. اگه مثلا توی یه درسی شکداراتو توی آزمون مثلا شکدار رو زدی یا نزدی، کنار سوال یه ش گذاشتی، قبل از اینکه بری پاسخو نگاه کنی شکدار رو جواب میدی، بعد میری نگاه میکنی توی این درس 4 تا شکدار داشتم، 2 تا درست زدم 2 تا غلط، در مجموع درصدم مثبت شد، میزنم. 3 تا درست زدم 1 دونه غلط، درصدم بازم صفر شد، ایرادی نداره، پس میزنم. 4 تاشو غلط زدم، درصدم منفی شد، دیگه نمیزنم. یا نه مثلا 5 تا بوده، 4 تا غلط زدم 1 درست، درصدم منفی شد، دیگه نمیزنم از این به بعد. خب نگاه میکنی ببینی شکدارو تو در مجموع داری مثبت میزنی یا منفی، درس به درس یا حتی مبحث به مبحث میتونی تشخیص بدی که شکدارا رو باید جواب بدی یا جواب ندی با توجه به آماری که از آزمونای قبلیت داری. خب
این میشه تکنیک هایی که برای آزمون خیلی خلاصه بهتون دارم میگم دیگه، گفتم یه جلسه کامل توضیح دادم، ولی خیلی خلاصه دارم بهت میگم که چیکار کنی. تحلیل آزمون چی؟ بچه تحلیل آزمون بهت کمک میکنه که خب مبحث خیلی بهتر برات جا میفته، خیلی مهمه. من بعضا به بچه‌ها میگم آقا یه روز و نیم دو روز برای تحلیل آزمونتون وقت بذارید حتی اگه لازم باشه. خب خیلی مهمه. مهمترین کمکی که تحلیل آزمون بهت انجام بهت میکنه، مهمترین کمکش افزایش اعتماد به نفسته، حتی به افزایش تمرکزت هم کمک میکنه تحلیل آزمون. اعتماد به نفست برای چی میره بالا؟ شما سر جلسه آزمون رفتی مثلا 4 تا سوال از 20 تا سوال یه درسی حل کردی، بعد که می تحلیل میکنی میگه ای من 5 تا کوفتیرم بلد بودم، میتونستم 9 تا حل کنم، یا نه مثلا 10 تا حل کردی از 20 تا، میبینی ای مثلا 7 تا دیگه شم بلد بودم. بعد دفعه بعدی میتونی انگیزه بهتر بگیری، شناخت پیدا میکنی نسبت به سوالا، میدونی چه تیپ سوالی رو باید حل کنی چه تیپ رو حل نکنی. پس تحلیل آزمون هم خیلی کمک کننده است. از سوالای غلط شروع کن، بعد برو سراغ نزده ها، سوال درستت هم اگه بتونی تحلیل کنی خیلی بهت کمک میکنه. اگه فرصتش داشته باشی حتما سوال درستت هم تحلیل کن. بعدی میشه جمع‌بندی. بعدی میشه جمع‌بندی و مرور. آقا جمع‌بندی و مرور دیگه واقعا ما بچه‌های من خدا رو شکر، خدا رو هزار مرتبه شکر، بچه‌های من بچه‌هایی هستن که توی آزمون جمع‌بندی نتیجه خوب میگیرن و این خیلی مهمه. من به جرئت میگم 95% داوطلبای من تو آزمون جمع‌بندی نتیجه خیلی خوب گرفتن، رشد تراز داشتن، یا اینکه حداقل ترازشون افت نکرده، و این خیلی مهمه تو آزمون جامعه همچین اتفاقی بیفته. خیلی واقعا اهمیت داره این موضوع. چرا؟ چون داوطلبای من جمع‌بندی و مرورشون خوب انجام میشه. یعنی ما جمع‌بندی رو یه پروژه جدا در نظر نمیگیریم، تو بعد از عید میخوام جمع‌بندی کنیم، توی اردوی نوروزی میخوام جمع‌بندی کنیم. آره این اتفاقات تو اردوی نوروزی میفته، جمع‌بندی میکنیم، بعد از عید پروژه جمع‌بندی داریم که فقط جمع‌بندی کنیم، ولی جمع‌بندی رو کنار نمیذاریم. جمع‌بندی همیشه جزئی از فرایند یادگیری ماست که به هیچ وجه نباید جمع‌بندی رو کنار بذاریم. آقا جمع‌بندی و مرور رو بعد چجوری انجامش بدیم؟ الان بهتون میگم. یک تست پوششی، دو آزمون‌های مروری به سبک ابینگ هاوس. این دوتا کار. خب تست پوششی چیه بچه ها؟ یه ذره خودتون بگید ببینم چی بلدی. تست پوششی چیه؟ گفتم چند دقیقه پیش گفتم تست پوششی رو به چت بگید. باریکالله بابا دمتون گرم، شما خیلی خفنید، خیلی بی نظیرید، دمتون گرم. نه یه سریاتون حالا حواستون نبوده دیگه، الان دوباره بهتون میگم، ولی خب بیشترتون درست گفتید. آقا تست پوششی یعنی چی؟ یعنی مباحث از مباحثی که در
برنامه این هفته من نبوده 4 درس روزی، 4 درس یعنی از هر مثلا ریاضی و برای مثال میگم و ادبیات و عربی، این 4 تا رو انتخاب، دو تا اختصاصی دو تا عمومی، خب انتخاب میکنم از هر کدومشون یه مبحثی رو انتخاب میکنم، بین از هر درسی بین 5 الی 20 تست میزنم، یعنی روزی بین 20 تا 80 تا 4 تا درس دیگه، 4 تا 20 تا بزنم میشه 80 تا، 4 تا 5 تا بزنم میشه 20 تا، قاعدتا 4 تا 10 تا هم بزنم میشه 40 تا دیگه، میدونید دیگه. خب اینا رو انتخاب میکنم تست میزنم از مباحث قبلی، این میشه یه کاری اضافه تر از برنامه، این بهش میگن اصل تقلب، اینه که باعث میشه داوطلبای من تو آزمونای جنبندی میترکونن. تست پوششی بزن ببین نتیجهشو، خفن نتیجه بگیر ازش. دومین کار چیه؟ آزمون‌های مروری به سبک ابینگهاوس. بله بله. خب یعنی چی؟ یعنی آقا من هر مبحثی رو که امروز مطالعه میکنم روز 1 مطالعه میکنم، روز 1 میشه مطالعه. خب مرور 1، مرور 2، مرور 3، مرور 4 و مرور 5. طبق منحنی فراموشی ابینگهاوس میگه این 5 تا مرور رو داشته باشی اطلاعات میره تو حافظه بلند مدتت. یک روز بعد از مطالعه، مطالعه مثلا کی بوده بچه؟ برای مثال میگم و امروز ما 8 بهمنیم، برای مثال میگم آقا 1 بهمن، 1 بهمن مطالعه انجام شده، مرور 1 میشه کی؟ یه روز بعد از مطالعه. مرور 2 میشه که میشه 1 روز بعد از مطالعه. مرور بعدی میشه که میشه 3 روز بعد از مطالعه. مرور بعدی میشه که 10 روز بعد از مطالعه، 30 روز بعد از مطالعه و 90 روز بعد از مطالعه. آقا اگه 1 بهمن باشه مرور مطالعه‌ام، روز یعنی اولین بار که مطالعه کردم، مطالعه اول یه مبحث خوندم تمومش کردم، مطالعه جزوه‌ام تموم شده، مرحله تثبیتم تموم شده، حالا باید مرورش کنم. مرور یکم میشه یه روز بعد، یه روز بعد میشه که یه روز بعد میشه 1 بهمن بوده دیگه، یه روز بعد میشه 2 بهمن، 2 بهمن، 3 روز بعد میشه 3 روز بعد از مطالعه 1 بهمن، 3 روز بعدش میشه 4 بهمن، 10 روز بعد میشه 11 بهمن، 30 روز بعد میشه 1 اسفند، 1 اسفند، 90 روز بعد میشه که آقا 1 بهمن خوندم تا 1 اسفند میشه 1 ماه، فروردین، اردیبهشت میشه که میشه 1 اردیبهشت. اوکی، باید مرور داشته باشم. مرور حالا چه جوری؟ با آزمون. چرا با آزمون؟ جلسه قبلی بهت گفتم چرا با آزمون. امروز هم میخوام بهت یه تکنیک خیلی خفن بهت بگم. آقا آماده ای برای یه تکنیک خفن؟ بیا بگو آمادم، تایپ کن برام آماده ای یه تکنیک خیلی خیلی خفن هستی یا نه؟ بجون بجون پر انرژی باش، میخوام یه تکنیک خیلی بی‌نظیر بهت بگم ها. هستی یا نه؟ آماده؟ باری کلا. دمتون گرم. آقا تکنیک خفنه چه؟ جلسه قبلی بهتون گفتم، گفتم آقا یه سری مطالعات توی دانشگاه MIT آمریکا انجام شده، نتیجه گیری کردن برای مرور بازیابی بهتر از بازخوانیه. چراشون یارو دیگه ولش کنید، چون نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم، جلسه قبلی مفصل دربارش بهتون توضیح دادم، نمیخوادم بدونی چرا، فقط بدون که بازیابی بهتره چون بیشتر به مغزت فشار میاری. خیلی خلاصه بهت بگم، به مغزت بیشتر فشار میاری، اطلاعات یادت میاد، فراموشی کمتر میشه. مثلا اگه یه آدمی یه مطلبی رو بازخوانی کنه، یه ماه بعد ازش برای مرور بازخوانی کنه، یه ماه بعد ازش آزمون بگیرن، 80% فراموشی داره، فراموشیش 80% و 80% نمیزنه، 80% مغز یادش میره. یه آدمی که بازیابی کنه، مثلا تست بزنه، تو تست فکر میکنی چی خونده بودم، بازیابی کنی و بعدش بری نقطه ای خوانی کنی، خب مثلا 40% مباحث یادت میره. بعد حالا یه آدمی که بره بازیابی کنه، یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه مبحثی رو خوندی، میای یه آزمون 20 ساله از خودت میگیری، خب 10 تاشو بلدی، یعنی 10 قسمت از اون مبحثی که خوندی رو کامل یادت مونده، بلدی، خب 10 تاشو بلد
نیستی، یعنی یادت رفته. حالا دو دسته آدم داریم، یه گروه میرن همه چی رو میخونن، یعنی حتی اون چیزی که بلدن هم دوباره میخونن، یه دی بچه ها اونا که جلسه قبلی بودید ببینم حواستون هست یا نه، یه دی فقط اون چیزی که بلد نیستن رو میخونن، کدوم یکی نتیجه بهتری میگیره. رفته 20 تا تست زده، اول آزمون گرفته خودش، 10 تاشو بلد بوده 10 تاشو بلد نبوده. یه دی میرن همه چی رو میخونن، یه دی میرن فقط اون چیزی که بلد نیستن رو میخونن، کدوم نتیجه بهتری میگیره؟ باری کلا به داداش شما که دانشگاه ام‌آی‌تی درس خونده، افتخار میکنیم بهش. باری کلا، باری کلا کوثر رسولی، دمت گرم، دمت گرم. چرا؟ چون جلسه قبلی حواسش جمع بوده. خب خیلیاتون البته گفتید آه باری کلا اصل، باری کلا. خیلیاتون دارید میگید، نمیگم چی، باریکالله ساناز لایق نژاد. خب خیلیاتون درست میگید، ببخشید اگه اسمتون رو نگفتم. آقا هر دوتا گروه نتیجه یکسان میگیرن، چه اونی که رفته همه چی رو خونده، چه اونی که فقط چیزی که بلد نبوده رو خونده. چرا نتیجه یکسان میگیرن؟ تابلو دیگه، اون چیزی که بلد بوده رو بره بخونه چیزی بهش اضافه نمیشه که. خب اونی هم که فقط اون چیز، فقط تفاوتشون تو چیه؟ اونی که میره همه چی رو میخونه وقت بیشتری میذاره، دومیه ذخیره زمان میکنه، در واقع خیلی تکنیکی و خیلی حرفه‌ای وقتشو میذاره برای چیزایی که فقط بلد نیست، نتیجهش هم بد نمیشه، فرقی با اون آدم که همه چی خونده نداره. پس ما چجوری میگم تکنیکی درس میخونیم، تو نیمه دوم میترکونیم، وقت ذخیره میکنیم، به خاطر همینه. شما این مدلی که درس بخونی هم ذخیره زمان داری، ببین، پس در واقع بازیابی اطلاعات چجوری؟ اول یک یه آزمون میدی، دو نقطه خوانی میکنی. نقطه خوانی یعنی چی؟ یعنی فقط این تستایی که بلد نبودی رو تحلیل میکنی با مدل تستی آسفر، رجوع به کتاب، رجوع به جزوه، همون نقطه رو یاد میگیری، نقطه خوانی میکنی، دو تا اتفاق مثبت برات میفته. دو تا اتفاق مثبت چیه؟ یک، ذخیره زمان، همه چی رو نمیخونی، نقاط مهم رو میخونی. دو، فراموشی کمتر. چرا؟ چون از تکنیک بازیابی استفاده کردی، به مغزت فشار آوردی. خداست این تکنیک، خیلی خفنه این تکنیک، خیلی خفنه. ذخیره زمان خیلی برات مهمه دیگه، میگه آقا من وقت کم دارم، من دارم میگم اینجوری. حالا بچه این آزمون اولش بوده 10 تا درست 10 تا غلط، آزمون دوم که میشه 4 بهمن توی این داوطلبی که مثال زدیم، اینجا مثلا 10 تا درست داشته 10 تا غلط، کلی بعد وقت بذاره 10 تا رو بره نقطه خوانی کنه. دفعه بعدی میشه 15 تا درست 5 تا غلط، دفعه بعدی مثلا میشه 17 تا درست 3 تا غلط، برای مثال میگم، دفعه بعدی مثلا دوباره میشه 15 تا درست 5 تا غلط، دفعه بعدی میشه مثلا 19 تا درست یه دونه غلط. ببینید هی وقت نقطه خوانیش هم کمتر میشه، چیزایی که بلده بیشتر میشه، به شرطی که این آزمون آزمون استانداردی باشه، که این آزمون رو در اختیارتون میذارم. کلاس منو اگه تازه اومدی کلاس منو کامل ببین، بهت گفتم چه کاری کن، آزمون رو در اختیارت میذارم که ان شاءالله بری بهتر کنی. خب اینم از این جنبندی و مرورم بهتون گفتم، بریم صفحه 3 یه لحظه یه مروری کنیم با هم برگردیم. آقا آزمون و تحلیل آزمون رو بهتون گفتم، جنبندی و مرور هم بهتون گفتم، ریتم خواب رو فقط بهت بگم. آقا میزان و ریتم خواب مهمه، مثلا تو همیشه بین 6 الی 7 ساعت، همیشه 7 ساعت میخوابی، همیشه 6 ساعت میخوابی، دمت گرم، خیلی کار خوبی میکنی، میزان خواب اوکی داری. بچه خوابیدن کار آسونیه، نخوابیدن یعنی زود از خواب بیدار شدنه که کار سختیه. اول از همه سختیشو بپذیر و سعی کن انجامش بدی، پیاده روی داشته باش، پلن صبح برای خودت بری، یعنی صبح از خواب بیدار شدی شروع کن به هدف گذاری برای روزت. نمیدونم اگه مثلا شب راحت خوابت نمیبره، سعی کن صبح به زورم شده زود از خواب بیدار شی.
و اینکه یک ساعت قبل از اینکه بخوای بخوابی یا دیگه حداقل نیم ساعت قبل از اینکه بخوای بخوابی ابزاری که باعث سرگرمیت میشه مثل گوشی و اینا رو از خود دور کن که راحت‌تر بخوابی. اما برای ریتم خواب خیلی مهمه بچه‌ها، 12 الی 4 صبح این 4 ساعتیه که باید خواب باشی، نه که 4 ساعت بخوابی، یا این 4 ساعت باید خواب باشی، چون تو این 4 ساعت خواب عمیق داری، چون تو این 4 ساعت هورمون‌های مثل ملاتونین تو بدن ترشح میشه که بهت خواب عمیق میده و خوابت بسیار با کیفیت میشه. این 4 ساعت رو باید بخوابی. حالا میتونی 12 بخوابی 7 بیدار شی. من پیشنهادم اینه 11 تا 6 11 تا 5 6 الی 7 ساعت آقایون 6 کافیه براشون، خانوما 7 کافیه براشون. حالا مثلا هفتت بشه 7 و نیم، یا مثلا آقای به جای 6 7 7 و نیم ساعت بخوابی، اونقدری ایراد نداره. نمیخواد به خاطرش خودتو سرزنش کنی. تو اون تایمای دیگه که داری، تو 17 ساعت 16 و نیم ساعتی که داری دیگه حسابی بهتره کن. ولی 12 تا 4 صبح حتما خواب باش یا روتین درسی داشته باش. آقا درسی که مثلا روتین درسی چیه؟ لغت، ادبیات، عربی و زبان هر روز میخونی، تست قرابت میزنی، تست آرایه میزنی، خب ریاضی مشکل داری، یه برنامه روتین براش بذار. روزایی که باکس مطالعاتی داری بخون، روزایی که باکس مطالعاتی نداری، روزایی که باکس مطالعاتی نداری حداقل 5 تا تست ازش بزن تا قوی بشه، تا چون باید قوی بشه. اوکی، اینم میشه برنامه روتینت. همه چی رو براتون جمع بندی کردم مهندس جان. اینم 5:35 که من گفته بودی ماکسیمم زبانه، تموم کردیم کلاسو. خیلی دوستتون دارم بچه‌ها، خیلی ماهید، خیلی دمتون گرم. هر سوالی از من دارید دایرکت بهم بدید، من در خدمتتون هستم. کلاس امروزم اگه درست حسابی ندیدی، نصف نیمه دیدی، حواست پرت بوده، حتما بشین دقیق ببین، کاغذ خودکار بردار، یه بار دیگه نکاتو بنویس. این کارهایی که امروز بهت گفتم و خدا وکیلی دقیق با کیفیت انجام بدی، باید ترازت بیاد بالا. برید بهتر کنید. دمتون گرم، خدا نگهدارتون.